مردی که شعارهای اهانت‌آمیزی داخل یکی از مساجد شیعیان در بیمنگام انگلستان نوشته و به وسایل این مرکز خسارت وارد کرده بود با وجود ادعای اختلالات روانی مجرم شناخته شد. کولام مانیون 23 ساله نوامبر سال گذشته میلادی در دو نوبت پیامهای تفرق انگیزی داخل مسجد شیعیان نوشته بود و همچنین به وضوخانه ی مسجد کلیفتون در منطقه باسال هلس در شهر بیمنگام خساراتی وارد کرده است به گفته داستان پرونده وی در 5 نوامبر سال گذشته به مسجد رفته و نوشته های تحریک آمیزی علیه مسلمانان شیعه در داخل مسجد نوشته و سه روز بعد به مسجد بازگشته و مهرهای نماز شیعیان را شکسته است وی همان روز به مرکز شیعیان بازگشته و با شعار نویسی های احانت آمیز بر روی دیوار مسجد شیعیان را کفار نامیده است گفته می شود متهم فردی کاتولیک است که اخیرا به مذهب اهل تسنن گرویده و آشنایی درستی از تشیع نداشته است وی به چهار اتهام مجرمانه نجات پرستانه ضد دینی اعتراف کرده است و در دادگاه به 18 ماه کار اجباری 20 ماه بازپروری و پرداخت 270 یورو جریمه محکوم شده است